درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 24 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. تانک‌های اسرائیلی همزمان با آتش سنگین نیروهای زمینی و هوایی ارتش این کشور به سمت اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه پیشروی کردند و در جنوب غزه نیز یک بزرگراه مهم در حومه رفح را به تصرف خود درآوردند. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان نوار غزه از پیشروی نیروهای اسرائیل در نوار غزه خبر داد. اردوگاه جبالیا در میان 8 اردوگاه پناهندگان در نوار غزه بزرگترین است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در گفتگو با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر بر تعهد خدشه‌ناپذیر آمریکا به تأمین امنیت اسرائیل تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه ایده حذف رهبران حماس از نوار غزه در حال بررسی است گفت تا زمانی که پیروزی کامل به دست نیاید از ادامه عملیات در غزه عقب نشینی نخواهد کرد. حسن روحانی رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده دلایل طرح شده از سوی شورای نگهبان برای رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان را کیفرخواستی علیه نهاد ریاست جمهوری دانست که رؤسای جمهوری آینده با وجود آن دیگر آزادی سیاسی نخواهند داشت. وی می‌افزاید رئیس جمهوری حتی به عنوان یک شهروند عادی از حق آزادی بیان برخوردار نیست. صنف لوازم آرایشی بهداشتی بازار نیز به اعتصابات پیوستند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. بنابر گزارش‌ها مرکز خرید لوازم آرایشی و بهداشتی در تهران در اعتراض به مالیات ارزش افزوده در اعتصاب به سر می‌برند. گزارش‌های میدانی همچنین از ادامه اعتصاب و تعطیلی طلافروشی‌های سراسر کشور در روز جاری حکایت دارد. در حالی که دیروز پس از جلسه میان نماینده وزیر سمت و بزرگان بازار طلا در مسجد شاه بازار اوضاع در حال بهبود بود، صحبت‌های خضریان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اجبار به ثبت معاملات در سامانه جامعه تجارت مجدداً باعث التهاب گسترده در بازار طلا شد. به گزارش روزنامه هندی اکونومیک تایمز، هند امروز دوشنبه توافقنامه‌ای را با جمهوری اسلامی برای مدیریت 10 ساله بندر چابهار امضا کرده است. هند در حال توسعه بخشی از بندر چابهار است که در سواحل جنوب شرقی ایران قرار دارد تا برای حمل کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از بندر کراچی پاکستان، رقیب هند، اجتناب شود.